اولین چیزی که برای مردم با نام محمود رضا خاولی یادآوری میشه چیه؟ اختلاس سه هزار میلیاردی، دزدی اموال عمومی و فرار، کانادا، آقازاده، بزرگترین دزدی بانکی تاریخ ایران تا سال 90، رشوه کلان، بعد از یک دهه حالا قصد دادیم پرده از رازی بزرگ برداریم. یکی از سرداران سپاه که شمشیر را از رو بسته بود و با حمله به خامنه ای تندوتیز میداد پرده از رازهای زیادی برداشته. آخرین بیانیه ای فرمانده شجاع دلی که میخواهیم حرفهای اون رو در مورد خاوری بشنویم این بود که به مردم پیوسته و همواره کنار مردم میمونه حالا باید دید در مورد خاوری چی میخواد بگه بعد از ده سال علاوه بر محکوم شدن این شخص در قیابش صحبت وکیل امیر خسرو آریا صحبت وزیر اقتصاد وقت تو مجلس و شکایت نکردن کارکنان این بانک با وجود اصرار مقامات غذایی سؤال و شبهات بسیاری را پدید آورد از نظر مخاطبا گزارش های مربوط به این موضوع تو خبرگزاری ها اینطور به نظر میاد که بخشی از مردم هم در این مورد پرسش ها و اپام هایی دارن. سال 90 سه 3000 میلیاردی بزرگترین رقم تخلفی بود که مردم تا اون زمان شنیده بودن. یکی از متهمای اصلی این پرونده که به طور قیابی در دادگاه های رسمی و متع طی جلسات متعدد محاکمه شد، محمود خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی بود. محمود خاوری به تام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، 10 سال حبس بابت دریافت رشوه، پرداخت مبلغ معادل رشوه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. بنابر برخی ادعاها، خاوری به کمک عوامل داخلی در زمان مناسب با عنوان مأموریت و به صورت قانونی از کشور خارج شد. همونجا هم استعفای خودش را امضا کرد و از داخل ایران پذیرفته شد و دیگه هیچ وقت به ایران برنگشت. اتهام منبور رضا خاوری دقیقا چه عنوانی میتونه داشته باشه رشوه فساد مالی اختلاس آیا اشخاصی تو بدن دولت در این ماجرا حضور داشتن چه کسایی با چه هدفی نام چه شخص یا اشخاصی تو این پرونده وجود داشت چه کسانی از دولت یا قوه قضاییه تو این ماجرا سحیم شدن؟ چرا و چطور خاوری با وجود مهرس شدن نقش بانک ملی در این اختلاس مالی به راحتی از کشور خارج شد دقیقا چه مجموعه اتفاقاتی رخ داد که تعبیر به اختلاس شد در دادگاه ها چی گذشت و بسیاری سالهای دیگر که برخی از اونها با مطالعه گزارش های مختلف این سالها پاسخ داده میشن و بعضی دیگر ظاهرا قرار تا ابد به شکل سوالی در ذهن مردم باقی بمونند فرامرز خبیری به عنوان دوست نزدیک خاوری میگه که از ویژگی‌های اخلاقی و مشخصات اون با استناد به شناخت خود و نقل قولهایی از اون بر این باوره که احتمال نقش داشتن خاوری در این ماجرا بسیار اندکه خیبری صحبتهاش رو با مقدمه سابقه دوستیشون شهرحال خاوری و سابقه رشد اون در نظام بانکی کشور شروع میکنه اون میگه تو دهه 60 تو بانک صنعت و همکار خاولی بوده تا بعدها دوست شدن بنابر دلیلی ایشون از بانک صنعت و معدن بیرون اومدن و به بانک سپه رفتن من اطلاعی از ایشون نداشتم تا زمانی که تو دفترشون به صرف نهار دعوت کردن گفتم اینجا چی میکنی گفت عضو هیئت مدیره بانک سپه هم برای من خیلی عجیب بود که چطور ممکنه یک مرتبه چنین پیشرفتی کرده باشه با هم رفت آمد داشتیم تا اینکه یک مقطعی هم ایشون مدیرعامل بانک سپه شد انسان خیلی باسوادی بود هر کدوم از ما به غیر از خدا نقاط ضعفی هم داریم به هر صورت بعدتر ما هم رفت آمد داشتیم تا دا اینکه یک شنبه ای احمدی نژاد تک به تک مدیران عامل رو تو هر بخشی برکنار کرد میدونستم ایشون به کانادا رفتن چند وقت بعد خاوری به من گفت توسط مصبای مقدم از من دعوت شدی که مدیر عامل بانک ملی بشم من من گفتم این کارو نکن تو بخش خصوصی هستی دیگه کافیه میگفت برای پذیرش این مسئولیت خیلی تحت فشاره بعد هم پرسیدم که آیا به اونها گفتی که آمریکایی داری خاوری تاکید کرد که بله و مشکلی با این مورد نداشتن تا دا اینکه داستان مهافره پیش اومد معمولا دیدارهای منظمی با هم داشتیم یک هفته قبل از مهاجرتش اون رو توی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی دیدم خاوری خیلی تکیده شده بود از تغییر ظاهرش تعجب کردم معلوم بود تحت فشاره از شرایط خیلی گله داشت از اون پرسیدم چی شده از یک دیدار طولانی در روز گذشته در دفتر ریاست جمهوری می گفت که با توجه به آگاهی سطح بالای ایشون از مسائل حقوقی و بانکداری کمک زیادی تو اون جلسه کرده بود اما توضیح درستی نداد که چه رفتی به دلیل ناراحتی و نگرانی اون داره هفش روز بعد تو روزنامه اخبار مربوط به این اختلاف رو دیدم و بعدم گفتن ایشون از کشور خارج شده متاسفانه خدا نکنه در جامعه ما برای شخص یک اتفاق بیفته بدون هیچ محاکمه ای درست و عادلانه هر کس برداشتی میکنه همه دوستان و اطراف ما همه میگفتند بله فلانی دزد و سرمایه کشور خارج کرده اما من نمیتونم این گونه به اشخاص حکم صادر کنم من توی یک ملاقات حضوری با معاون اعتباری بانک ملی واقعیت داستان رو جویا شدم خلاصه شرح موقعی که ایشون برای من تعریف کرد از این قرار بود که احمدی نژاد قصدش دور بعدی انتخابات مجلس رو مدیریت کنه و کسان سر کار بیان که هم فکرش باشند مشایی از امیر خسرو آریا میخواد که کمک مالی کنه ایشون هم قبول میکنه چند وقت بعد مشایی نامه به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مینویسه و سطح اعتباری ایشون رو بدون هیچ پشتوانه یا وسیقه واقعی چند برابر میکنه بهمنی هم این نامه رو به قائم مقام خودش ارجاع میده این افراد انسانهای سالم و فوق العاده اینها نامه رو به خاوری ارجاع میدن نامه که خاوری به معاونت اعتباری خودش میفرسته با عنوان جهت بررسی این نامه مینویسه نکته دقیقا همینجاست همین معاون اعتباری ما با ایشون صحبت داشتیم بررسی و اعلام میکنه که سقف اعتباری ایشون پر شده و باید وسیقه معادل این سقف جدید بذارن نامه همینطوری برمیگرده به دست مشاعی میرسه مشاعی به احمد نژاد اطلاع میده احمد نژاد در پاسخ میگه که این مصوبه هیئت دولت من این نامه رو شخصا دیدم نامی که خطاب به بهمنی نوشته میشه با این محتواست که بگه این مصوبه هیئت دولت و سقف اعتبارات ایشون رو بدون وسیقه افزایش بدین این اتفاق میفته و سقف اعتبارات ایشون بدون هیچ پشتوانه افزایش پیدا میکنه عجیبه که برخلاف عادات مرسوم نامه های ایداری این نامه فقط تاریخ داشت و شماره نداشت وقتی مصوبه دولته درست این وسیقه عمل میکنه بعد از مهاجرت دیگه هیچ اطلاعی ازشون نداشتم حتی با واسطه هم ازشون ایشون اطلاعی پیدا نکردم تنها چیزی که از ایشون برای من باقی موند بدهی بود که روی خط تلفن داشت از پیگیری های حقوقی راجع ایشون هم اطلاعی ندارم خیبری در ادامه پاسخ به سوال در مورد اخلاقات و خصوصیات خاوری میگه رضا آدم معتقدی بود و اتفاقا اصلا انسان پیچیده نبود فقط یک مقدار جاه طلب بود و شاید از همین ناحیه هم ضربه خورد این هم به من گفت که در کمیسیون اقتصادی مجلس تمام سوابق و و سکونت خانواده‌ام در کانادا رو شهر دادم و ضبط شده انصاف نیوز ازش میپرسه فکر میکنیم ما به عنوان یک رسانه چطور میتونیم به حرفهای شما استناد کنیم یا حتی باور کنیم و اون هم میگه مدرکی وجود نداره و برای ارائه به شما در دست من نیست ولی برای باور شما من با کسی دشمنی ندارم که بتونم دلیلی برای اینکه علیه شخص خاصی حرف بزنم باشه از مطالعه رفتار جمهوری اسلامی در سالگرد کوی می شود فهمید که مسئولان واقعا کمر همت بستند به نابودی امنیت ملی و تمامیت ارزی ایران عزیزتر از جان ما این رفتار فقط یک معنی دارد و اون اینکه رفتار نظام با مردم ایران دیگر از لج و لجبازی گذشته و حتی نظام دارد خود را آماده اقداماتی می کند که برای انجام آن هم به افغان ها نیاز دارد و هم به اعراب هشتا شبی هرچند ما در خوزستان ایرانیان نازنینی داریم که عرب هستند و عرب سخن گفتن آنان کم از دور و گوهر ندارد و تک تک آنها برای ما مانند ما هستند عرب خوزستان را از چشمانمان بیشتر دوست می‌داریم و آنها را دچار ستم مضاعف کم آبی در کنار فقر و به خود واگذاشته شدگی هستند اما هشتو و, و هشتو شبیچی ها و کارگزاران حامیان ها باید بدانند که ایران در تاریخ خود هم ابو مسلم خراسانی داشته و هم بابک خورمدین و صد البته اینجا سرزمین رستم فرخزاد است که همگی مفتخر به مالیدن پوزه مهاجمان عرب به خاک مقدس ایران بودند حالا دیگر خود دانند